10 آلت کوین در اکوسیستم آوالانچ که می توانند سودهای خیره کننده ای رو داشته باشن. این مطلبی بود که آلت کوین دیلی در موردش صحبت کرد. نگاه کرد به بعضی از این پروژه ها که شرایط رشد خیلی خوبی رو دارن و بعضی از اینها جزء میم کوین ها هستن. توی قسمت دوم ویدیو نگاه میکنیم به تحلیل بیت کوین از زبان دن، بررسی میکنیم وضعیت نهنگ ها رو که در حال فروش هستند در انتهای سال میلادی که ما دیتاشون رو داریم و نگاه میکنیم به شاخص ترس و طمع. اگر این محتوا رو میپسندید با من همراه باشید. درود بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش برگشتید. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. بریم با هم نگاه بکنیم ببینیم که چه مطالبی صحبت میشد. یکی از کارهایی که خیلی دارن انجام میدن تمرکز روی اکوسیستم آوالانچ. بعد از رشدی که اکوسیستم سولانا داشت و میم کوین بانک به وجود آورد، الان خیلی دنبال اینن که توی اکوسیستم آوالانچ چطوری پروژه های خوب رو پیدا بکنن که بتونه رشد داشته باشه. برای همین آلت کوین دیلی اومد 10 تا پروژه معرفی کرد که 5 تا از اینا میم کوینن و باقی پروژه های تقریبا با کاربردی هستن، یعنی این میم کوین ها جز دستبندی پروژه های حالا کامیونیتی یا اینکه یک شب پولدار شدن و اینها داره دستبندی میکنه و میگه ریسک زیادی داره. اون 5 تا دیگه میگه پروژه های مقداری کاربردی تر هستن. اینا بریم با هم یک بررسی بکنیم ببینیم چه پروژه هایی هستن. پروژه اول رد پپه هست که توی توضیحاتش هم که حالا میاره میگه این چیزی نیست مثل خود پپه که کاری قرار نیست انجام بده، ما هم قرار نیست اینجا کاری انجام بدیم، ما قرمزشیم. این تعریفی که حتی آلت کوین دیلی میاره و میگه اگه حالا هر کی قورباغه قرمز دوست داره بسم الله. تیکرش هم این هست که میتونید حالا پیدا بکنید، بریم جلوتر اطلاعات بیشتر هم ازش میبینیم. پروژه بعدی که باز تو همین حوزه است نوچیل. پروژه بعدی میکروکوک هست که COQ امروز صبح در موردش صحبت کردیم، گفتیم توی توییتر هم ترند شده، این بیشتر ترند شده، بیشتر دارن راجع به این پروژه صحبت میکنن. پروژه بعدی بابز هست، باز هم تو همین میم کردن ارزم به حضور شما این اتفاقاتی که روی توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی داره میفته. و پروژه آخر تسوکا هست، اونایی که طرفدار دراگون و این چیزا هستن میگه اینا با این روایته میتونن بیان بالا. اما حالا چرا میم کوین؟ چرا بریم سراغ میم کوین ها؟ این همه پروژه خوب چرا میم کوین؟ نکته که هست توی توییتر، بررسی توییتر چند روز پیش به نقل از خود فاوندر پروژه آوالانچ توییتش رو با هم نگاه کردیم. اگر توی اخبار توییتر منو دنبال بکنید که صبح‌ها هر روز ویدیو داریم و نگاه میکنیم به اتفاقات توییتر، اونجا خودش بیان کرد که آقا بالاخره میم کوین ها یه چیزی هن که جالبن، برای خیلیا باحال، کالکتبلن، کلکسیون جمع میکنن از این خلاصه آتاشقالا که خیلیا میگن آتاشقال، اینا مثلا مثل موسیقی پاپن که قدیما بهشون نگاه نمیکردن و اینا اصلا نمیدونم آشغال نیست و حیفه و قشنگه و از اینجور چیزا توی توییترش بیان کرد. برای همین الان نگاه ها اومده سمت اکوسیستم آوالانچ و دارن راجع به این میم کوین ها صحبت میکنن. علتش اینه که الان آلت کوین دیلی هم به همین اشاره میکنه. توکن رد پپه با تیکر RPEPE این رو میتونید پیدا بکنید که میگه مارکت کپش 382,000 دلاره، قیمتش 8 سنت و نیمه و این هم آدرس کانترکتشه که میتونید حالا میدونم جلوتر باز نگاه میکنیم بهش. توکن نوچیل که در موردش صحبت کردیم میخواد شخصیت‌های دنیای کریپتو رو بیشتر میم بکنه، راجع به صحبت‌های اینا صحبت بکنه، بگه که اینها مثلا چی گفتن چی نگفتن، درسته غلطه و دیگه میم کردم اینجا با هم خیلی دیدیم. توکن بابز که قیمتش 6 سنت، مارکت کپ 156,000 دلاری داره، خیلی پایین، پر ریسک اینا و این هم آدرس کانترکتش هست اگر دوست دارید دنبالشون بگردید. پروژه میکرو رو حالا تو این حوزه باز پیدا کردم، دارن در موردش صحبت میکنن. 266,000 دلار مارکت کپش، 8 سنت. برعکس باقی حالا پروژه ها قیمت های دلارشون خیلی پایین نیست، برعکس باقی میم کوین هایی که میبینیم خیلی چیز دارن، خیلی ارزم به حضور شما قیمت های نجومی 0.8 تا 9 تا 0 دارن و اینا. این میم کوین ها به این شکل نیستن که اینجا حالا داره راجع به همه این پروژه ها صحبت میکنه که مثلا پروژه رد پیپر رو دیدیم، ارزماشو نوچیل رو و میکرو رو و باب رو که الان در موردش صحبت کردیم و این هم آدرس های کانترکتشون. آدرس این توییت رو تو قسمت توضیحات قرار میدم اگر خواستید بیشتر در مورد اینها اطلاعات پیدا بکنید. اما یه مقدار پیدا کردنشون شاید سخت باشه و اصلا مهمه که کجا بخریم. خیلی از اینها رو که دارم نگاه میکنم روی اکوسیستم آوالانچ شما میتونید روی تریدر جو بخرید، یعنی این چیزی هم که اینجام نوشته. شما میتونید توکن AVAX رو از صرافی بردارید. یعنی اصلا دلیل این که دارن این کار میکنن اینه که تراکنش ها روی شبکه آوالانچ بالا بره که بحث دیفایش دوباره قدرتمند بشه، بحث میزان TPSش بالا بیاد. اصل این که اومدن سراغ این حوزه اینه. این رو میتونید ببرید AVAX رو، یعنی خارج بکنید. این قیمت رو که دارید میبینید به AVAX هست، یعنی نه به دلار. دارید این رو به در واقع درست دارم میگم، بله به AVAX داره چون پیرش، بله پیر نوچیل به ربط AVAX هستش. این رو میتونید روی تریدر جو روی این دکس معروف آوالانچ ببرید و اونجا این رو معامله بکنید و بگیرید. این لیست رو هم توی سایت کوین مارکت کپ میتونید مشاهده بکنید و البته به پیرهای دلاریش من اینجا یک تناقضی میبینم، این رو هم بگم، چون توی این مطلب داره قیمت رو به دلار 8 سنت میزنه و وقتی اینجا حالا داریم میبینیم این قیمت ها با هم نمیخونه، ولی اینا همین کوین هایی هست که داره معامله میشه. 0.05 تا 0.16 این چیزی که حالا توی توییت داره بیان میکنه، چون منبع اصلی که در واقع Altcoin Daily هم بهش اشاره میکنه همین اکانت کینگ ویلیامز هست و اینجا هم که من دارم توی توییترش نگاه میکنم همین قیمت ها رو گذاشته. اما میتونید این کانترکت ها رو، آدرس هاشون رو پیست بکنید توی اکوسیستم آوالانچ و اینها رو پیدا بکنید و نگاه بکنید که دقیقاً هر کدوم اینها به چه شکلی قیمت خورده، چون چارت هاشون معلوم هست دیگه و اگر نگاه بکنیم اکثرا هم جدیدن، خیلی تاریخچه‌ای هنوز پشتشون نیست و این مجموعه از حالا توکن ها که دارن معرفی می‌کنن. توی ویدیوی دیروز باز بیشتر صحبت کردیم دیگه چگونه میم کوین بعدی رو قبل پام پیدا کنیم. اون کانترکت ها رو میتونید با استفاده از سایت هایی که اینجا معرفی کردم بررسی بکنید، ببینید مشکل دارن ندارن، آیا نقدینگی پشتشون هست، تراکنش میخورن یا نه. به این روش هم میتونید اینها رو چک بکنید. اما اینا حالا برای اکوسیستم آوالانچ بود و بررسی این پروژه ها. بخواد اکوسیستم های دیگر رو بررسی بکنید میتونید تو سایت کوین مارکت کپ تشریف بیارید و صرفا کلمه اکوسیستم رو که سرچ بکنید برای شما میاره. مثلا ICP ارزم بود شما ولاس، فانتوم، تزوس، پروژه‌ای که تو این حوزه ها میتونن رشد بکنن. کادنا، سی، مثلا سی هم یکی از پروژه هایی هستش که خیلی ترند داره میره سمتش، برای همین میتونه این هم یک روایتی برای خودش مثل اینا پیدا بکنه. مون ریور بیت کوین و پروژه های دیگه. البته که این مطالب هیچ کدوم توصیه اقتصادی نیست، صرفا این ویدیو رو دیدم و گفتم که ممکن دنبال این مدل میم کوین ها بگردید و فقط گفتم که منابعش رو به چه شکلی میتونید پیدا بکنید و چطوری اینها رو بررسی بکنید. چند تا پروژه هم معرفی میکنه که میگه اینها پروژه های خوبی هستن و اینها آینده حالا یه مقدار کاربردی تر هستن. میگه پروژه های ییلد یک بخشی از اکوسیستم آوالانچ که توی بحث RWA و ریل ورلد است، توکنایزیشن و اینها میخواد کار بکنه. میگه من خودم نظرم به این جور پروژه هاست و روی این مدل پروژه ها دوست دارم سرمایه گذاری کنم. پروژه بعدی استراکت فایننس، باز هم رو بحث فایننس و RWA ریل ورلد است ها داره کار میکنه. پروژه بعدی پنگولینه. پنگولین حالا اینم یکی از یه دکس هایی هستش که توی اکوسیستم AVAX هست، آوالانچ هست و اینجا داره کار میکنه. پروژه بعدی که بهش اشاره میکنه پروژه روکو، بحث گیمیفای. ما الان داریم گیم رو میبینیم به عنوان یکی از روایت های پیش بینی شده در سال 2024 که داخل این ویدیو 10 پیش بینی برتر رمز ارزها برای سال 2024 گای بیان میکنه که یکی از این پیش بینی ها اینه که ما روایت گیمیفای رو داریم و این هم میتونه توی این حوزه با این هایپ بخواد حرکت بکنه. پروژه بعدی که بهش اشاره میکنه اسپور هست که باز میگه جزء پروژه‌ای هستش که رو بحث NFT کار میکنه و روی اکوسیستم آوالانچ شرایط خوبی میتونه داشته باشه. البته روی همه این پروژه‌ها بچه‌ها کسی سرمایه‌گذاری نمیکنه. واقعیتش این نیست که ما بریم از هر کدوم از این پروژه‌ها $5 $10 $100 بخریم و نمیدونم یک بسکت پر از بسیاری از این پروژه ها اگر نخوایم بگیم شت کوین جمع بکنیم و یک حرکتی رو باشون بریم بالا و با امید اینکه خبرهای خوب هی داره باشون میاد هی بریم بالا و هی بیاد پایین و هی بریم بالا و آخر در انتها هم خالی بکنه پروژه و هیچ اتفاق واسش نیفته. خیلی از این پروژه ها رو برید در موردشون تحقیق بکنید، مدل های قبلیشون که توی سیکل های قبلی اومده و این اتفاقات بعد براشون افتاده. بسیار از این پروژه ها واقعا در طولانی مدت راه به جایی نمیبرند و برای اینه که خیلی بررسی کردن با جزئیات اینها هم شاید صرفا حروم کردن زمان باشه و نخواهیم به جایی برسیم. ولی به هر حال اینا مطالبی که داره در موردش صحبت میشه. امروز 1 ژانویه بود، تقریبا خبر زیادی هم توی بازار نبود و مارکت بیت کوین هم حرکت خیلی خاصی رو توی 1 ژانویه نداشت. توی کندل امروز 1.15% در حال حاضر مارکت یک مقداری رشد داره. اما دن راجع به این صحبت میکنه که خلاص استراکچر مارکت به نظر اصلاحی هست در تایم فریم 1 ساعته و میگه زمانی میتونیم بگیم که این استراکچر اصلاحی رو به پایین شکسته و میخوایم برای ادامه صعودمون آماده بشیم که بیاد ناحیه $43,045 تا $41,145 رو بشکنه و کلوز کندل بده و ما بخوایم به ادامه صعودمون نگاه کنیم. اگر نه همچنان قیمت در این فشردگی قرار گرفته و تا مادامی که حالا این خبر نیاد ما حالا همینجا هستیم و مارکت کاملا منتظر خبر ETF که یا تایید بشه و رو به بالا حرکت بکنه یا نه مارکت به هر دلیلی خبر تعویقش بیاد یا خبر ریجکتش بیاد و مارکت بخواد اصلاح رو داشته باشه. الان اتفاقی که افتاده ETF تایید نشده، این که میگیم مارکت پرایس این شده یعنی اینکه اینجا که خبر تایید ETF اومدش تو این کندله که به وجود اومد مارکت شروع کرد به حرکت کردن و این حرکت رو ما داریم میبینیم در حدود 20% یا اشتباه نکنم 64% ببخشید 64% مارکت حرکت کرده از این کف بعد از اصلاحی که الان اینجا داشته و همه منتظر هستن که این خبر صعود ETF بیاد و دیگه هم بهش خیلی نزدیکیم و فاصله آنچنانی هم نداریم و برای همینه که این مثلث فشردگی قیمت به وجود اومده. از طرفی هم اشاره میکنه که خب در تایم فریم هفتگی ما گلدن کراسمون تشکیل شده و این گلدن کراس باز یک نشانه صعودی برای بازاره. اما دفعه قبل که ما یک دت کراس داشتیم مارکت به جای اینکه اصلاح بکنه و بریزه که به عنوان یک سیگنال نزولی ازش صحبت میکنن مارکت به سمتش حرکت کرد و حرکت صعودیش آغاز شد. حالا الان آیا ما انتظار صعود باید داشته باشیم؟ چون چیزی که اینجا داریم میبینیم کیف پولهای 1000 بیت کوینی روز آخر سال یعنی دیروز فروشنده بودند و از 2030 تا کیف پول به 2024 تا کیف پول تعدادشون تقلیل یافت و کیف پولهای 100 بیت کوینی هم دقیقاً همین شکل روز آخر سال فروشنده بودن و از عدد 15960 تا به عدد 15934 کیف پول رسیدن. اما نگاه بکنیم این مدت به فاندینگ ریت و ببینیم که اوپن اینترست و فاندینگ ریت و اینها از این به بعد هم یه روز حالا اوپن اینترست رو می‌بینیم یه روز فاندینگ ریت رو می‌بینیم ببینیم که شرایط لوریج و اینها به چه شکلیه. هنوز عدد بالاست 11.73 هست و نسبت به دیروز هم مقداری بیشتر شده که خیلی حالا از جمله ران اشاره میکرد که این تنها اندیکاتوریه که نگاه میکنم و منتظر هستم که برگرده به سمت ناحیه 7 اون موقع میفهمم مارکت دیگه حالا تو هر قیمتی باشه اصلاح خودش رو انجام داده و آماده است برای ادامه مسیر. نگاه بکنیم شاخص ترس و طمع که در منطقه طمع هست و عدد 65 رو داره به ما نشون میده. امروز این ویدئوی سوم هست که از صبح در خدمتتون بودم در مورد همین COQ صحبت کردیم که خیلی ها انتظار رشد رو راجبش دارن. من آیا روشون سرمایه گذاری میکنم؟ فکر نمی کنم. اینقدر این پروژه ها تعدادشون زیاده که مطالعه کردن روشون واقعا سخته. بیشتر اینها رو پولی که میخواد بهش اختصاص بدید، پولی که به شما واقعا آسیبی وارد نمیکنه، حتی در سطح کوچکی از سبدتون هم نباشه روی این مدل پروژه ها وارد بشید. اما یک ویدئوی خوبی که دیدم امروز واقعا ارزشمند بود، 10 پیشبینی برتر رمزارزها برای سال 2024 بود که گای توضیح داد چه اتفاقی میتواند و چه پیشبینی هایی خودشون و تیمشون از سال 2024 در بازار دارند. ممنون از اینکه تو این ویدئو با من همراه بودید. اگر این ویدئو رو مفید پیدا کردید و نکته‌ای به شما آموزش داد، ممنون میشم ویدئو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و مطالب رو با دوستان دیگرتون هم به اشتراک بگذارید. تا یک ویدئوی دیگه شما رو خداوند بزرگ میسپارم.